21 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در دیات کنگورت نوای تیمورملک بنای استقامتی 8 آشیانه با جایگیرکنی بخش مرکزی تشخیصی و تبوتی مدد اکبر را مورد بهره برداری قرار دادند. سروری دولت محترم امومالی رحمان نخست با امکانات های بخش مرکزی تشخیصی و تبوتی مدد اکبر که در تخونه و آشیانه اول بنای نو جای داده شده است شناس گردیدند. ذکر شد که در مرکز نو برای تشخیص و تبوت نفران نیازمند امکانات موثر و زمانوی فراهم آورده شده است. از جمله تخخانه مددی اکبر دارای تشخیصگاه با اوژههای اولتراسدایی، آزمایشگاه با لوازمات کاری بوده، همچنین بخش یاری رسانی با اوژههای توانبخشی ورزشی و مهسدرمانی تامین گردیده است. مرکز تشخیصی و تبوبتی مددی اکبر همزمان دارای اوژههای با قیدگیری بوده، در آن برای تشخیص و تبوبت چشم، گوش، گلو و بینی، دندان، دل و عصب شرایط ضروری فراهم آورده شده است. مرکز دارای اوژههای جراحی بوده، امکانیت است که عملیاتهای جراحی تعجیلی در همین جا گزارانده شود. همچنین در مرکز اوژههای علایده برای مشورت با نیازمندان و خدمه کودکان ساخته شده است. در اینجا برای به تبوبت فرا گرفتن بیماران 12 کتی خواب تشکیل کرده شده است. حجره‌های تبوبتی و تشخیصی مددی اکبر با تجهیزات موثر طبی از قبیل دستگاه‌های نفستی سنئی، کاردیومانیتور، دستگاه‌های تشخیصی اولتراسدایی، اکسیژنراتورها تامین بوده، امکانیت است که ساکنان نویا مینبد در همین جا تشخیص و تبوبت گیرند. در مرکز همچنین تبوبت با اصول گیودرمانی نیز راه اندازی گردیده است. مرکز همچنین دارای داروخانه و مغازه میباشد. مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات مذکور، خدمت رسانی موثر طبی را برای ساکنان نویا دسترس نموده، مینبد تبوبت و تشخیص نفران بیمار با صرف مبلغ و وقت در همین جا گذرانده می شود. ضمن بازدید اطلاع دادند که در انشاءات نو 45 نفر اساسا ساکنان محلی صاحب جای کار دائمی گردیدند. نفرانی که از منطقه های نسبتا دورتر به کار می آیند در آشیانه بالای بنای مذکور با منزل استقامتی خدمت تامین می شوند. همچنین کارمندان کارخانه دوزندگی مهری مادر نیز در بنای 8 آشیانه با منزل تامین گردیده با قیمت های خانه ها با فروش به اهالی پیشنهاد کرده می شود. ابراز گردید که در مجموع بنای استقامتی دارای 42 حجره بوده، در آن برای استقامت دگون شرایط ضروری فراهم آورده شده است. انشاءات دارای اجراهای 1، 2 و 3 خانگی بوده، همچنین بالیف و دیگر انشاءات یاری رسان تامین میباشد. باید قید کرد که سنگ اساس بنای استقامتی 8 آشیانه سال 2015 ضمن سفر کاری از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان گذاشته شده بود و در این دوره آن با صفت بلند بنیاد گردید. انشاءات در دایره دستور سپارش های رهبری دولت محترم امومالی رحمان از جانب صاحب کار وطنی انور قربانوف بنیاد گردیده است. گرد و اطراف بنا با درختان سایه افکن و آرایشی و گلهای موسمی را یافته، راهروهای آن سفالک پوش کرده شده است. خصوصا شامگاهان بنای 8 آشیانه زیبایی خاصه داشته، با چراغک های رنگا و زیبا زینت یافته است. افتتاح انشاءات با حسن مرکز دیات کنگور زیبایی دیگر را ضمن نمود. مرکز دارای تجهیزات خیلی نادر امروزه صحیتی می باشد، به مانند تشخیص اولتراسدایی، دستگاه الکتروکاردیوگرافی، دستگاه الکتروانسفالوگرافی، دستگاه های آزمایشی لابراتوری، همچنین دستگاه رنگینی و در برابر این مقصد با مقصد آن به افتتاح داده شده است که به مردم جماعت کنگورد و منطقه های بگیم گرد و اطراف همین جماعت کمک های مسلحتی تخصیصی رساند. برای افتتاح مرکز مذکور مینداری خودم را به پیشوای ملت بیان میکنم. ضمن بازدید سرور دولت محترم امومالی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، چنین اقدام های بنیادکارانه صاحبکاران محلی را شایسته تحسین ارزیابی نمودند.